این قسمت برنامه مهمانی داریم از نیویورک، مانی زرین، عکاس موفق که در نیویورک زندگی میکنه. مانی حدود 15 ساله که به آمریکا مهاجرت کرده، در اینجا تحصیلاتش رو ادامه داده و در رشته عکاسی فارغ التحصیل شده. مانی با مجله های معتبری مثل ووگ و چند روزنامه و مجله دیگه همکاری کرده، از هنرمندان ایرانی مانند شهرام ناظری و بهرام رادان عکس گرفته و همینطور برای شرکت های معروفی مثل اچ‌اند‌ام، کلوین کلاین، گوچی، بربری و غیره عکاسی کرده. درود بر تو مانی عزیز، خوش اومدی به برنامه شباهنگ. سلام عرشد، پریسا جان خوب هستید؟ ممنون. مانی در ابتدا برام بگو که چطور وارد صنعت مد شدی؟ خب خیلی در رشته عکاسی درس میخونن و فارغ التحصیل میشن، اما وارد شدن در این صنعت و کار با شرکت های بزرگی مثل بربری یا گوچی خیلی سخته. تو چطور تونستی با اونها کار کنی؟ خیلی ها میگن باید پارتی داشته باشی که بتونی در این کار وارد بشی، درسته؟ خب البته پارتی داشتن یه پوینت مثبت هستش در هر کاری، در هر رشته، ولی واسه من اینجوری نبود. من ایران بودم، ایران بزرگ شدم، بعدم که برای تحصیلات به امریکا اومدم و به مدرسه FIT نیویورک رفتم. مدرسه FIT نیویورک خیلی فشن فوروارد هستش، یعنی اولا تو شهر نیویورک هستش که شهری هستش که پر فشن است و مد، و مدرسه FIT هم مدرسه هستش که تمرکز میکنه روی مد. بعد یکی از استادهای دانشگاه من آقای دیدی درون که خودشون عکاس فرانسوی هستن و واسه مجله 17 کار میکردن، منو خیلی تشویقم کردن که دنبال کار عکاسی برم. بعد از اون بعد از دانشگاه وارد برای اینترنشیپ یا همون کارآموزی به استودیو میلک رفتم. بعد از اونجا با آقای الکسی هی آشنا شدم که عکاس خیلی بزرگ نیویورک هستش و پیش اون کار کردم با عنوان دستیاری برای 4-5 سال. البته منظرم میخوام 4-5 ماه، و بعد از اونم شروع کردم واسه 4-5 سال برای اشخاص مختلف دستیاری کردن، مثل انی لیبوویتس که عکاس خیلی معروفی هستن و آقای زک گولد، و الانم 4 سال است که واسه خودم کار میکنم. پس تو جوابی که بگم، جواب این است، این دلیلی که اینا من استخدامم میکنم برای این نیستش که من تازه من وارد پارتی داشتم. من تجربه کاری من هستش که اینا استفاده میکنن. 7 سال من با این اشخاص که توی مجله‌های مختلف یا توی برندهای مختلف مثل بربری برچاچی بودم، من با اینا تماس داشتم برای اینکه دستیار عکاس بزرگتر بودم. در نتیجه منو میشناسن، به کار من اعتماد دارن و منو استخدام میکنن. خب پس حسابی زحمت کشیدی و به قول معروف خاک خوردی تا به این کمپانی رسیدی. خب بگو مشتریات کیا هستن؟ فقط با شرکت‌های معروف کار میکنی یا با تازه کارا هم کار میکنی؟ خب بیشتر کار من با شرکت‌های معروف هستش، مثلا بربری و ورساچی که اصلی هاشون هستن، برام با ویکتوریا سیکرت، بعضی موقع هم با اچ‌اند‌ام من کار میکنم زیاد. اینا به قول معروف کمپانی بزرگی هستن که هم اینا کار میکنم و خرج زندگی منو در میارن بیشتر. بعد با کمپانی ادورتایزینگ هم کار میکنم، بیشتر به عنوان مدیر تصویری یا کریتیو دایرکتور یا ویژوال دایرکتور که میشه، که میام اونجا من به اینا ایده ها میدم، به اینا ایده های مخصوص کاری میدم، مثل دیجیتال دومین که من واسه ماشینای جی ام با اونا کار میکنم. بعد از اینا به کنار یه سری از مشتریای من که من خودم خیلی دوست دارم باشون کار کردن، طراحهای لباس جدید هستن، طراحهای جوان لباس هستن، اونایی تازه اومدن و دارن تازه کار میکنن و هنوز به اون سطح بالا نرسیدن، سبک خاصی ندارن. منجه من میام اونجا و به اینا کمک میکنم چون خودم هم یه موقع اونجا بودم. خب اخیراً چند فیلم در رابطه با فشن ساخته شده، مثل فیلمی که در رابطه با سردبیر مجله ووگ یا فیلمی که در رابطه با زندگی کوکو شانل ساخته شده. خب اینجور فیلم ها طرفدارای زیادی هم پیدا کرده. میدونم از سال 2009 کارگردانی فیلم های فشن رو شروع کردی. کار تو چه فرقی داره با اینجور فیلم ها؟ فشن فیلم های تو فیلم های تبلیغاتیه یا داستانیه؟ چه جور فیلمیه؟ بله، این فیلمی که گفتید الان مثل همین سپتامبر ایشیو که درباره خانم آنا وینتور هستش، درباره زندگی این شخص و اینفلوئنسی که این خانم داشته روی مجله ووگ. این فیلم‌ها بیشتر فیلم‌های هالیوودی هستن. اولا که زمانشون زیاد هست، تقریبا 1 ساعت و 2 ساعت فیلم هستش و فیلمن اینا. فیلم تماشایی هستند. فشن فیلم‌ها که من روش کار می‌کنم بیشتر فیلم‌ها تبلیغاتی هستن. یعنی به این صورت که اولا زمان خیلی کوتاه‌تره، زمان 30 ثانیه است تا 2 دقیقه، و ما باید تو این 30 ثانیه و 2 دقیقه تمرکز روی لباس داشته باشیم و جواهرات یا هر چی که اون طراح درست میکنه، و در این حال بتونیم این داستانی رو
در این 30 ثانیه تا یک دقیقه بدیم. پس من فکر میکنم که کار ما بیشتر چالنج میتره، کار مشکلتریه، سختتریه، ولی بازم به نظر من خیلی فانتره، خیلی کار جالبتریه، برای که میایم و عقیده رو به وجود میاریم، بعد سعی میکنیم که با مدل‌های مانکن‌های مختلف باشون مشورت میکنیم و این کار رو به وجود میاریم. کوتاه‌تره و به نظر منم ایمپکتش یا اون کاری که میکنه روی تماشاگر خیلی قوی تره. خب شاید اگه از اونا هم بپرسی اونا بگن کار اونا سخت تره، اما بیا با هم بریم یه تیکه از کارتو ببینیم و برگردیم. چند سال پیش که در لس آنجلس با تو مصاحبه کردم گفتی که کار اول خیلی مهمه. بریم سراغ دوستی تو با نیما بهنود. دوستی تو با نیما بهنود طراح مارک معروف نیمانی به سالها قبل برمیگرده. کار تو با نیما کی شروع شد؟ بالا دوستی من خیلی که از قبل با نیما بود. من نیما رو دور دور از ایران میشناختم، ولی در مدرسه FIT جفتمون تحصیل میکردیم، همدیگر اونجا بهتر شناختیم. ولی اولین بار که با هم کار کردیم هم فکر کنم سال 2002 یا 2003 بود، وقتی که نیما تازه با این ایده یا این ایده نیمانی اومده بود و از من درخواست کرد که عکاس این کار بشم. هنوز نه کمپانی بود نه هیچی، فقط کار اولمون بود و این کار خیلی کار جالبی بود. ما رفتیم و با کمپانی‌های مختلف فشن و مد و مانکن‌ها صحبت کردیم، گفتیم که همچین کمپانی بزرگی قراره بیاد تو نیویورک و دیگه خیلی بهش آب و چی میگم به قول معروف خیلی بزرگترش کردیم اینکه هستش. بعد یک سری مدل خیلی عالی گرفتیم، اومدیم و انجام دادیم این کار عکاسی رو که خیلی هم معروف شده و روی سر زبون رفت و مجله‌های مختلف اینو برداشتن ازش صحبت کردن، که اولین کارم با نیما بود اون کار و خیلی موفقیت‌آمیز بود و اون به من انرژی داد که بالاخره خب خودم هم دوست داشتم که ادامه بدم، ولی خب اونم خیلی موثر بود. خب به عنوان یک عکاس مد چه فرق بین کارهای نیما با طرح‌های دیگه ایرانی می‌بینی؟ خب دو چیز به نظر من هر هنرمندی باید دو چیز اصلی هستش که یه هنرمند رو فرق می‌ذاره بین هنرمندهای مختلف. یکی خلاقیته و یکی سبک. و به نظر من فرق نیما با بقیه طراحان لباس اینه که هم سبک نیما خیلی مشخص هستش، هم سبکش رو میشناسن و خلاقیتش خیلی بالاست و اینه که به نظر من فرق گذاشته بین نیما و بقیه طراحان ایرانی. خب برام بگو که آیا فقط در فشن عکاسی میکنی؟ فقط در این رشته عکاسی میکنی یا نه در شاخه‌های دیگه؟ خب تمرکز اصلی من در فشن هستش، برای اینکه اولا که سال هاست در کار فشن هستم، عکاسی که باشون کار میکنم در کار فشن بودن و کمپانی که باشون کار میکنم در کار فشن هستم. ولی از دو سال پیش که برنامه فیلم هم پیش اومده، من بیشتر به عنوان مدیر هنری یا مدیر تصویری هم با دیجیتال دومین کار میکنم. اونا اکانت های فرق میکنه، مثلا اونو ماشین جی ام رو دارن که میخوان در با تبلیغ درست کنن در ماشین جی ام و منو میارم به عنوان فشن ادوایزر و در باید لباس هایی که مثلا آدم هایی که پوشیدن اونجا نظر میدم. و به اضافه این که نظر ما معمولا توی سنف ما توی کار ما معمولا میدونن که فشن فوتوگرافر معمولا برای نورپردازی میارن و منم اونجا در برای کمپانی دیجیتال دومین هم کار مدیریت تصویری میکنم هم مدیریت هنری یا نورپردازیشون. خب تازگی ها یک فیلم در مورد دو دختر جوان ایرانی که طراح مد هستن ساختی، میشه در موردش یک توضیح بدی برامون؟ بله، ساینا و سمانه صمدی دو تا خواهر هستن که تازه کار هستن و کارشون واقعا فوق العاده است. در لس آنجلس هستن و ساینا که طراح لباس هستش و سمانه که بیشتر کارای مدیریت بازرگانیش انجام میده، سبک خودشون دارن و کارشون واقعا فوق العاده است.
حالا میبینید و تازه هم سازه شنیدم که لباساشون رو در ایران هم فروش میره و طرفدار زیادی هم داره در ایران. حالا فیلم رو نگاه کنیم ببینیم دوست دارید. بله حتما، مرسی، ممنون که دعوت من رو قبول کردی و به شبانگ امشب اومدی. خیلی ممنون پرسش، مرسی.